الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. موضوع بحثمون مسئله حمایت از مستضعفین است، چه داخل چه خارج. قرآن می‌فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال. ما لکم، انتقاد میکنه، توبیخ میکنه، چرا تکون نمیخورید؟ ما لکم لا تقاتلون، چرا شما قیام نمی کنید به نفع مستضعفین؟ چرا نشستید مستضعفین رو نجات نمیدید؟ چرا بی غیرتید؟ کسی که نون عربیت، نون اسلام میخوره ولی نسبت به فلسطین نه کار به شیعه داره، نه کار به سنی، نه کار به عرجب، نه کار به عرجب، هیچی، فقط اسمش کشور اسلامیه، از اسلام هیچی ندارن جز یه نماز، اینم نماز بی خاصیت. چون نماز اگر خاصیت باشه، گفتم با تنها عنل بگید فحشا اول منکر باشه. الان منکر رو کره زمین، منکری گناهی رو کره زمین بالاتر از کشتن بچه مسلمان ها در سحری و افطار هست؟ بزرگترین منکر انجام میشه. مسجد الحرام باید اگر نمازش نمازه جلو به منکر رو بگیره، مگه که بگیم خدا دروغ گفته؟ نعوذ بالله. خدا میگه نماز باید جلو منکر رو بگیره. شما چه نمازی میخونید که جلو منکر گرفته نمیشه؟ پس معیداست نماز شما گیر داره. ما لکم لا تقاتلون، چرا کمک از مستضعفین نمی کنید؟ چرا غیرت دینی ندارید؟ قرآن آیاتی داره راجع به غیرت دینی، چند تاش اینجا نوشتم بهتون. اول میگه اگر یه جایی دارن حرف زنن علیه دین اسلام مؤمن، حق نداری بیشینی. فلا تقعدو معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. آیه قرآنه، اگر یه جایی نشستی میبینی دارن چرت و پرت میگن، یا باید جلسه رو عوض کنی یا باید پشی بری. سکوت شما و نشستن شما ممنوع. آیه دوم، لا تتخذوا اليهود. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. یهود و نصارا نباید سرپرست و دوست شما باشن. کار کشور عربی به جایی برسه که نخست وزیر اسرائیل بگه با ماست، خیلی ننگه. چقدر آیه، یه آیه دو آیه هم نی، آیات زیادی در قرآنه که یهود و نصارا نباید سرپرست شما باشن، نباید دوست شما باشن. چطور شد شما با هم دوست شدید؟ آیه سوم، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. حضرت موسی گفت این گوساله که سامری درست کرده و شما دورش جمع شدید، لنحرقنه، گوساله رو آتش میزنم. ثم لننسفنه في اليم نسفا، خاکسترش هم به دریا میریزم. طلا خیلی قیمت داره، ولی قرآن میگه طلایی که ازش مجسمه ساختن گوساله و مردم رو دورش جمع کردن، این طلا با داتش بگیره. خب یه روز امام تو خونه که قدم میزد، لبش هم هی میجوید، همچین در یه حال هیجانی داشت قدم میزد. دیدن امام وقتی داره راه میره یه جوری لبش هم گاز میگیره. رفتن گفتن آقا شما در حین قدم هی امروز لبتون رو میجوید. گفت چرا سلمان رشدی به پیغمبر اسلام جسارت کرد؟ ای کاش من جوان بودم، خودم میرفتم سلمان رشدی رو میکشتم برمیگشتم. چرا باید پیر باشم و نتونم فقط فتوا بدم اعدام سلمان رشدی واجبه؟ میگن غیرت دینی. اگر یه خورده خون امامو میریختن تو اقیانوس اطلس،
یه خورده چند قطره خون عمان میرفتن تو اقیانوس اطلس، از آب اقیانوس اطلس آمپول درست میکردن، به همه بی غیرت ها میزدن. بگید با غیرت بشید. نهی از منکر نشان دهنده غیرت دینیه. کسی گناه ببینه حداقل اگر هم حرف نزنه عبوس کن، لبخند دیگه نزن، قیافت در هم بکش. حداقل نهی از منکر حدیث ده وجوه مکفهره، یعنی عبوس کن. خب و ما لکم لا تقاتلون، یه بار دیگه بخون. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا والمستضعفین، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. بعدم نگفتم مستضعفین مسلمونا، نمیگه چرا برای مستضعفین مسلمون تکونه بخورید. مستضعف کسی که ضعیفه باد کمکش کرد، ولی مسلمون نباشه. ما در ماه رمضان، آخه بعضی ها نمیدونم چجوری فکر میکنن، متاسفانه تو بعضی از این مذهبی ها و متاسفانه تو بعضی از این مسجدی ها همچین فکرهایی هست. میگن آقا نمیدونم غزه نمیدونم سنی هن، نمیدونم ناسبی هن، فلسطین مسلم. دروغه. چقدر ما در غزه مسجد داریم به نام فاطمه زهرا، مسجد امام حسن، مسجد امام حسین. آخه چرا میگید ناسبی؟ حالا بر فرض خدا نکرده، خدا نکرده چهار تا ناسبی هم اونجا باشن، ناسبی از معاویه که براتن، ناسبی ها فوش میدن به حضرت علی در جنگ صفین، اومدن با شمشیر سر حضرت علی رو جدا کنن، اومدن علی رو بکشن، اما در این راه امام فرمود آب بشه نباید قطع کنید. لشکر علی گفتن آقا مسلط شدیم بر آب، آب قطع کنید. فرمود نه آبشو بدید. گو آقا اینا ناسبی که هیچی، معاویه است اومده تو رو بکشه تو صفین. فرمود اومده منو بکشه، قاتل منه ولی نباید تشنه باشه. ما همیشه یه خودمون بدبخت داریم، چرا به فلسطین کمک کنیم؟ هر دو رو باید گرفت. قرآن یه آیه داره میگه زکات که گرفتی هم بده به فقرای داخلی هم بده به فقرای خارجی. فقرای داخلی آیهش چیه؟ انما الصدقات، انما الصدقات للفقراء والمساكين. فقرا و مساکین اینا داخلی هستند. فقرای خارجی چیه؟ والمؤلفه قلوبهم. آیه قرآنه، یعنی بخشی از زکات رو بگیرید بدید به کفار بخورن که اونها به شما علاقمند بشن. ما باید هم داخل دششیم هم خارجه. او شبی که حضرت امیر و حضرت زهرا روزه گرفتن برای شفای امام حسن و امام حسین، رفتن افطار کنن در خونه رو یتیم و مسکین زد، یکی نام اسیر بود، اسیر مسلمون که نبوده، اسیر اومده تو جبهه منو بکشه، نتونستم، ما چیش گرفتم اسیرش کردن، قاتل منه. اما میگه حضرت علی نون امام حسن قطع کن بده به این قاتل. آخه ما نمیدونم چه جوری فکر میکنن، نه خودشون سواد دارن نه با اسلام شناس در تماسن. نگاه اسلام یه چیز دیگه، ما چیز دیگه فکر میکنیم. نمیدونم اینجا بود گفتم یه جای دیگه، جمعیتی از بنی امیه آمدن کربلا امام حسین رو کشتن، همین لشکر یزید رفتن لب مرز، امام زین العابدین بره مرزدارا دعا میکنه، نمیگه اینا قاتل پدرمونن، گور پدرشون، اینا بنی امیه. بابا بنی امیه است ولی فعلا لب مرزه، وقتی لب مرزه باید ما بره مرزدارا دعا کنیم ولو مرزدار بنی امیه. من یه وقت سوار هواپیما توفلوف شدم، آیت الکرسی میخوندم برای خودم و خلبان و مسافرا. گفتن آخه خلبانه کمونیسته. گفتم کمونیست باشه بیفته پایین، منم میفتم. اینی که میخوام بگم تکراریه، ولی میبینم باز یه حرفای میشنم قصه میخورم. زمان جاهلیت دختراشون تو گور میکردن، یک سوره نازل شد با یه ریتم ویژه‌ای، مثل آهنگ و موسیقی خاصی هم داره، از الشمس، جمله جمله بگم. بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت، آنگاه که خورشید نورش تمام میشه گرفته میشه،
و اذا النجوم انكدرت ستاره ها منکدر میشه و اذا الجبال سیرت کوها زمین کنده میشه را میفتن و اذا العشار عطلت سرمایه ها رها میشن پا به فرار میذارن و اذا الوحوش حشرت حیوانای وحشی تو دل هم میرن و اذا الموءوده سئلت از دخترایی که زنده به گور هست سوال میشن بأي ذنب قتلت چه گناهی کرده ای دختر؟ این دختری که زنده تو گور کرده دختر مسلمون نیست، باباش بت پرسته، دخترم مشرکه، اما ظلم بهش میشه. دختر ولو مشرک زنده رفت تو گور، ظلم به دختر شد. قرآن میگه از الشمس و کورت از النجوم انکدرت از البهار و سجرت و از ال و از ال و از ال به ایه زنی دختره چه گناهی کرده؟ ما باید دفاع کنیم از مظلوم، ولو مظلوم مشرک باشه، والا اون مظلوم مشرک باشه. در کمک از مظلوم پیغمبر ما با مشرکین شریک شد علیه ظلم. یه چیزی در تاریخ به نام، حالا من یک کلمه شو میگم و یک شمه هر که بلده کمک کنه، حلفل کس بلد نی؟ فضول. حلف یعنی قسم، فضول یعنی چند نفر بودن؟ فضل بودن. چند نفر بودن؟ مثل یه وقت جمع میشن 5 نفر، همه اسمشون حسینه، همه اسمشون حسنه. چند نفر اسمشون همه فضل بود؟ اینا جمع شدن قسم خوردن، همه مشرک بودن. پیغمبر هم با این مشرکی شریک شد که هر مظلومی در مکه بهش ظلم شد علیه اون ظالم بشورن. برای دفاع از مظلوم پیغمبرای ستادی تشکیل داد، پیغمبر اسلام ستادی تشکیل شد، پیغمبر اسلام هم در اون ستاد عضو شد که علیه ظالم بشورن، نباید در مکه به کسی ظلم بشه. دفاع از مظلوم انقدر میارده که پیغمبر با مشرکین شریک بشه. اصلا بعضی جا اسلام مطرح نیست. شما قرآن میخونید و اما السائله و اما السائله فلا تنهر، یه چیزی که سوال میکنن ردش نکن. نمیگه و اما سؤال المؤمن، من تو حرم امام رضا که میرم به امام رضا همین آیه رو میخونم، میگم یا امام رضا خدا نگفته به مؤمنین بده، میگه و اما سؤال فلا تنهر، من سائل که هستم. سائل که هستم که فلا تنهر. ما نباید در کمک اینقدر تنگ نظر باشیم، کمک باید بکنیم به مظلومین، با دعا، با پول، با جون، با خون، با فکر، با هر چی که میتونیم. و اعدو لهم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، من قوه ما استطعتم، هر چی استطاعت دارید. شما فکر نکنید پول نداره، زور نداره، ببین یه برگ درخت چیزی نداره، یه برگ درخت، یه برگ زرد، یه برگ زرد اگر افتاد تو حوض کشتی 50 تا مورچه میشه. لازم نیست کشتی فنی باشه، یه برگ زرد هم میتونه. دل باید به سمت اونها باشه. قرآن میگه حتی اونای لنگ ها، نابینا، لنگ، حتی اونایی که جبهه نباد برون، جبهه نباید دارن، اما با دلشون همراه رزمنده ها باشه. اذا نصحوا، اذا نصحوا لله ولرسوله، نصحوا یعنی خیرخواه باشن. قرآن اونجایی که میگه اعرج لنگ جبهه نباید بره، نابینا جبهه نباید بره، در این حال میگه دلشون باید خیرخواه باشه. حالا با هر امکانی که میتونیم باید کمک کنیم. خوب، از این آیه معلوم میشه که مسلمان باید قدرت داشته باشن، چون آدم وقتی قدرت داره باید داره حامی مستضعفین بشه. پس این آیه مالکم لا تقاتلون دو تا نکته شه، یکی باید غیرت داشته باشید، یکی باید قدرت داشته باشید. غیرت، قدرت. غیرت داشته باشید چرا به مستضعفین ظلم میشه بی تفاوتی؟ این مال غیرت. قدرت ای که خدا میگه برو کمکش کن، پس باید ما قدرت داشته باشیم. اگر قدرت نداشته باشیم نمیتونیم کمک کنیم. غیرت و قدرت. خب حالا ما اینجا میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اسرائیل
چیزیش میشه، خیلی چیزیش میشه. چند میلیون میگن من به اسرائیل میسوزه اسرائیل، فکر نکن فایده نداره. الان شما چند هزار نفر اینجا پاسخگویی هستید، یکی یک کاغذ میده آقای قرائتی ممبر امشبت خیت بود، من تو صبح خوابم نبره. یه نفر به من بالا ممکن صد نفر هزار نفر میگن دستش درد نکنه، اما یکی بگه ممبر امشبت خیت بود. آقای راشد نقل میکنه از قول یه نفر ممبری که اومد پای از منبر، از پرسید ممبرم چه جور بود، بهش گفتن اول ممبرت خوب نبود ولی آخر ممبرت انصافا خراب کردی. یه نفر یه نام مثلا اثر میزه، شما چرا میگید اثر نمیکنه؟ خیلی هم اثر میکنه، اصلا حرف به مرده اثر میکنه. اگه حرف به مرده اثر نمیکنه نمیگفتن تلقین بخون، مرده رو که تو قبر گذاشتن تکونش میدن میگن اسمع افهم، یعنی چه؟ یعنی حرف به مرده هم اثر میکنه. بالاخره هرچی هم سنگ دل باشن فیلم ها رو دنیا میبینه. الان دنیا دیگه دیوار نداره، همه جا به همه جا سوراخ شده، اثر داره. ما در قرآن سه تا عذاب داریم، یه عذاب علیم داریم. ولهم عذاب الیم، علیم با الف یعنی دردناک، یه عذاب عظیم داریم. ولهم عذاب عظیم، یه عذاب مهین هم داریم. ولهم عذاب مهین، فرق بین عذاب علیم و عذاب شدید و عذاب مهین چی چیه؟ یه مثال بزنم. یه وقت یک سمتی که من نشستم یه بشکه از پشت بام میندازه پایین، ما ممکن یه متر بپریم بالا، به جامون هم نمیخوردم ولی تق و توقش خیلیه، مثل دیوار صوتی که میشکنه نه. بعضی از ما عذاب عظیم شدیده، یعنی هارت و هورت داره. بعضی عذاب هارت و هورت نداره اما اتو میسوزه، مثل سنجاق. اگه کسی سنجاق فرو کنه تو بدن شما صدا نداره ولی تو مغز استخونه درد میگیره. بعضی عذاب ها نه سر صدا داره نه درد داره، مهین اهانت میشه، مثل یک کسی که توف بدازه با آدم، لجن بپاشه به صورت آدم، مثل شاه زمان شاه که شاه میرفت کشورها تخمه ما پر میکردن به ماشینش. خب تخمه ما که ماشین بنز زده گلوله رو نمیشکنه، اما وقتی زرده و سفیده تخمه میرخ به شیشه ها مهین اهانت میشد به شاه. پس عذاب شدید داریم دیوار صوتی انفجار، عذاب علیم داریم سنجاق، عذاب مهین داریم لجن آب دهن پرتاب کنه. ما اینجا اگر اسرائیل با عذاب شدید به غزه و فلسطین و جای دیگه حمله میکنه، ما با مرگ بر اسرائیل عذاب شدید را با عذاب مهین جواب میدیم. ای که شما پرچم اسرائیل آتش میزنی این سر و صدا نداره، کسی هم دردش نمیاد، اما اهانت میشه. همه که فرودگاه اسرائیل بسته میشه به خاطر موشکای بچه های مسلمون، این حیثیت اسرائیل زیر سوال میره، امنیت در اسرائیل نیست. در سوره توبه میگه که ولا یطعون، بشنوید، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، وطع یعنی قدم زد، وطع یطعو یعنی گام زدن، ولا یطعون موطئا یعنی مسلمون ها دست جمعی حرکت نمی کنن که یغیظ کفار. اگر حرکتی انجام میدید که کفار یغیظ غیظ کنن عصبانی بشن، قرآن میگه به خاطر این که با این حرکتت کفار عصبانی کردی برد عمل صالح می‌نویسیم، کتب لهم به عمل صالح. عمل صالح چیه تو قرآن میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ عمل صالح چیه؟ یکی از مصادیق روشن عمل صالح مانورهایی است که کفار عصبانی میشه، کفار عصبانی میشه. کتب لهم به عمل صالح. همی که اینو عصبانش میکنی خیلی کار خوبیه. این کار حالا در دعاها که افتاد، در دعاها که با رمضان خوندیم بحث شیعه و سنی بود، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جای، اللهم اکسو کلشو ممکنم شما بگید، اللهم اکسو کل اوریان، اللهم فرج عن کل مکروب. کل شیعه و سنی نداره،
در دعا ما باید میلیونی دعا کنیم، میلیاردی دعا کنیم. خب امام صادق علیه السلام تو بیابون دید یه کسی دستشو تکون میده، گفت برید ببینید چیه میخواد. رفتن و برگشتن و گفت چشه؟ گفتن تشنشه. گفت آب بشته دید؟ گفتن نه. گفت چرا؟ فرمود چرا؟ فرمود گفت یهودیه. گفت یهودی باشه؟ شما حق ندارید به یهودی رو تشنه بذارید، بود آب بش بدید. امام حسین وقتی آمد کربلا به یارانش فرمود همه ی ظرفاتون رو آب کنید. لشکر هور که آمدن هم خودشون هم اسبشون تشنه بود، به همه اسبهای لشکر هور که او زمان جزء لشکر یزید بود آب داد. خیلی مهمه. امام حسین آب ذخیره میکنه برای اسبی که زیر پای لشکر بنی امیه. خب نمیدونم اگر اینا درسته پس این چی که فلسطین نمیدونم مسلمان چی شیعه نیست شیعه نباشه. ما در قرآن داریم یا اهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بالاخره اگر بین اسرائیل و فلسطین بود ما با فلسطین مشترکاتی داریم که با نداریم با یهودی ها، کما که با یهودی ها مشترکاتی داریم که با کمونیست ها نداریم. در مشترکات ما باید کمک هم بکنیم. بالاخره هر دو خدا رو که قبول دارن خیلی خوب یه قدم بدیم جلو. قرآن قبول دارن یه قدم بدیم جلو. قبله رو قبول دارن یه قدم بدیم جلو. پیغمبر اسلام قبول دارن یه قدم بدیم جلو. پس چند قدم با این آخه با اسرائیل بشیم، به فلسطین کمک نکنیم به نفعی که اسرائیل شاد بشه. اسرائیل کمک به غزه رو قطع میکنه، ما نمیگیم چون اینا سنی هن یا چهار تا ناصبی احتمالا توشو بشه پس کمک نکنیم. ما بریم تو خط اسرائیل به خاطر بعضی مقدسین ما نمیدونم چه لقبی آدم بشو بده فهم دین غیر علم دین اسلام. ما آدم داریم ملاست، علم دینش بالاست، شعور دینی نداره. من یه قصه بگم از خودم که آدم ممکنه علم داشته باشه ولی شعور نداشته باشه. برای خودم مثال بزنم دیگه هم گفتم ولی خب حال نسل عوض میشه. ما 34 سال تو تلویزیونیم، خیلی هاشون دیگه نو شدن کنه شدن. من رفتم خونه پدر سه شهید، یه خود احوال پرسی کردم و گفتیم یه وضو بگیریم. گفت میخوای وضو بدید دو سه پله برید پایین. ما دو سه پله رفتیم پایین وضو گرفتیم، اونو دیدیم پیرمرد یه حوله آورده از پلا که من دستامو خوش کنم. گفت حاج آقا حوله آوردم برای بعد از وضو. گفتم حدیث داریم که اگر وضو گرفتید خوش نکنید ثوابش 30 برابره. یه نگاهی که گفت حدیث نداریم که اگر یه پیرمرد با درد پا پدر سه شهید حوله آورد خیتش نکن. کلی من خجالت کشتم. گفتم آقا من علم دین دارم، فهم دین ندارم. بعضی از مسجدی ها مسلمونن، مشکلشون مشکله. اصل آیه داریم تو قرآن که میگه دین داره، مشکل عقلی داره. آیه شو بخونم. دین داره ولی مشکل عقلی داره. آیه شینه یا ایها الذین آمنو. آمنو این تو ایمان داری، تو دین داری. ای کسی که دین داری باید ایرقمی باشی، ایرقمی باشی، ایرقمی باشی. آخرش میگه ان کنتم تعقلون، اگر عاقلی. پیدا صرف دین داره چی؟ بگید دین داره چی؟ بعضی ها دین دارن انصاف ندارن. میره تو مسجد بالا سر میشینه تکون نمیخوره. میگیم آقا جون اینجا جا تنگه، پاشه یه مسلمان دیگه هم داره که نماز بخونه. نه اینجا جا منه. این حاجی آقا و حاجی خانم هایی که یه جای میشینن تکون نمیخورن این خیال میکنه دین داره. اگر پاشه امام رضا زودتر جوابشو میده. میگیم یا امام رضا این چون جا نداشت من جامو دادم به این، خودت مشکل منو حل کن. پس از چه میدونی؟ شاید جاتو بده به او امام رضا بیشتر به تو توجه کنه تا اونجا سر جات بشینی دو لیتر هم گریه کنی. جاتو بده به او، جات هم که همه میخوان اینجا درکت نماز کنه، پاشو برو. اصلا گاهی وقتا دعا نخونی ثوابش بیشتره. دعا نخونی ثوابش بیشتره. یکی سی طواف میکرد
یه نفر هی از بیرون طواف دست اشاره میکرد. امام فرمود کار به شما داره؟ گفت بله. گفت خب برو. گفت در حال طواف. گفت رها کن طوافتو، طوافتو رها کن، طوافتو رها کن. پیش نمازایی که نمازشون طول میدن یا نافله میخونن بین دو نماز یا دعاهای زیادی میخونن غیر حضرت زهرا که یکی دو دقیقه بیشتر میشه، اینا از مراجع بپرسن که اگر بنده پیش نماز بشم با مستحبات مسجدم 200 نفر میان، یه خود جمع جورتر نماز بخونم 250 نفر میان، بپرسید این ثوابش کدومو بیشتره. از مراجع بپرسید. سه تا دعا میکنم. خدای اگر مسلمون ها گناه و عیبی دارن که با سیری بخورن، او عیب و نقص رو از ما ببخش. اگر به خاطر رهبران بیلیاقت عرب و غیر عرب که با اسرائیل و آمریکا کنار میان ساکت ساکت، خدایا امت اسلامی رو از شر این رؤسای نااهل نجات بده. خدایا شر آمریکا، اسرائیل و شر هر صاحب شری رو که علیه اسلام و مسلمین طرح و نقشه داره، طرح را خونسا، طراح نااهل را نابود بفرما. کسانی که حق اهل بیت رو قصف کردن بر عذابشون بیفزا. نسل ما رو تا آخر تاریخ بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. از الان تا ابد قلب امام زمان رو از ما راضی بفرما.